دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدید توی جلسات قبل با هم با مپس تعیین علامت آشنا شدیم از این جلسه میخوایم با هم دیگه شروع کنیم مثال از این مپس حل میکنیم اولی مثالی که حل میکنیم تعیین علامت دو جمله درجه اول 3x به اضافه 4 بچا یادتونه توی جلسه قبل به نتیجه کلی در مورد تعیین علامت دو جمله های درجه اول رسیدیم و اون این بود که اگر دو جمله ای درجه اولمون مثلا Y, ببخشید y مساوی ax به اضافه b باشه اگر آ مثبت باشه اون وقت به ازای ایکس های کوچکتر از ریشه علامت منفیه و به ازای ایکس های بزرگتر از ریشه علامت مثبت خب حالا اول از همه سوالی که مطرح میشه ریشه این سه به اضافه 4 چیه برای به دست آوردن ریشه ما باید اول y رو برابر صفر قرار بدیم در چه x به اضافه 4 برابر صفره و در نتیجه x برابر منفی چهار سومه خب جدول تعیین علامت رو میکشیم بچه گفتیم که در جدول تعیین علامت x و y ریشمون x مساوی منفی 4 سومه به ازای منفی چهار سوم ایگرگ برابر سفره و به ازای ایکس های کوچکتر از منفی چهار سوم چون ضریب ایکس مثبته ایگرگ همون منفیه و به ازای ایکس های بزرگتر از ریشمون چون ضریب ایکس باز مثبته ایگرگ مثبت میشه خب کتاب درسی اینو یه جور خیلی قشنگتری هم گفته منم اینجا برای شما می نویسم که شما هم حواستون اینجا باشه کتاب ترسی گفته کلا برای دو جمله های درجه اول به ازای ایکس های کوچکتر از ریشه علامت ایگرگ مخالف علامت ضریب ایکس و به ازای ایکس های بزرگتر از ریشه علامت ایگرگ موافقه علامت ضریب ایکس شما هم اینو آویزه ای گوشتون بکنید خیلی راحت از این بعد میتونید دو جمله هایی در اول رو تعیین علامت کنید خب بدیتا من نمیخوام این ویدیو رو با همین مثال تموم کنم میخوام با هم دیگه یه مثال دیگه هم حل بکنیم مثالی که میخوایم حل بکنیم اینه که به ما گفتن که ایگرگمون برابر 3x به اضافه 4 تقسیم بر x و ازمون پرسیدن این ایگرگ به ازای چه مقادیری از x کوچکتر از 0؟ بچه صداتون در نیاد الان عصبانی بشه بگید این چیه این که اصلا رفتی به تعین علامت نداره اولا ما اینجا کلی ایکس داریم و یه دو جمله درجه اول ساده نیست ولی من به شما ثابت میکنم با اون چیزایی که الان ما یاد گرفتیم خیلی راحت میتونیم این مسئله رو حل بکنیم چرا بچه ها؟ وقتی که بچه ها یه سوال میکنم یه سال یه چند تا سآله خیلی ساده ازتون وقتی عدد منفی مثل منفی چهار تقسیم بر یه عدد منفی دیگه مثل منفی دو بشه حاصل چی میشه؟ حاصل میشه دو در واقع حاصل تقسیم یه عدد منفی بر یک عدد منفی دیگه یه عدد مثبت. همونطور که ما داشتیم حاصل ضرب دو تا عدد مثبت مثبت یه عدد مثبت در یه عدد منفی منفی دو تا عدد منفی منفیه برای تقسیم هم همین قواعد برقرار پس ما با یادآوری این قانون و قاعده اگر بتونیم میفهمیم در واقع که اگر بتونیم 3x به اضافه 4 و x رو جدا جدا تعیین علامت بکنیم شاید کمککایی بهمون بکنه ولی باز برای اینکه بابا تعیین علامت من چجوری بفهمم کوچیک‌تر از 1 یا نه من میگم اینم راه حلی داره بچه‌ها چجوری الان ببینید وقتی که میگیم 3x به اضافه 4 تقسیم بر 1 کوچیک‌تر از یک باشه مثل اینه که بگیم 3x به اضافه 4 تقسیم برای x منهای یک کوچکتر از صفر باشه و اگه یک مخرج مشترک من اینجا بگیرم میشه 3x به اضافه چهار منهای های x تقسیم برای x کوچکتر از صفر باشه که در واقع برابر با 2x به اضافه چهار تقسیم بر x کوچکتر از صفر. حالا با توجه به این قاعده که اگر یه عدد مثبت تقسیم بر یه مثبت باشه بشه عدد مثبت میده و در واقع ما اگر بتونیم یک تقسیم و دو طرفش رو بدونیم چه علامتی داره میتونیم حاصل رو رو تعیین کنیم اینجا هم میتونیم اگر 2x به اضافه 4 و x رو جدا جدا تعیین علامت بکنیم اون موقع میتونیم حاصل دو x به اضافه 4 تقسیم بر x هم تعیین علامت بکنیم خب حالا چیکار میکنیم پس میایم اول شروع میکنیم دو تا ایگرگ جدا رو تعیین البته کنیم یکی ایگرگ دو ایکس به اضافه چهار و دیگری ایگرگ برابر ایکس بچا این ایگرگ برابر ایکس یه حالت خاصی از آ ایکس به اضافه به که آ برابر یک و بی برابر صفر میدونم که خودتون می و اصلا نیازی به گفتن نبود خب حالا برای تعیین علامت ایگرگ مساوی دو ایکس به اضافه چهار من اول ریشه این عبارت رو برام به دست میارم در واقع 2x به اضافه 4 رو برابر 0 قرار میدم که در نتیجه x برابر منفی دو میشه و برای اینکه ریشه این عبارت رو برابر 0 قرار بدم ریشهش بدیهی دیگه 0 بعد که x صفر باشه y هم حالا دوباره جدول جر... تعیین علامت که یار غار ما شده این مدت رو میکشیم درسته؟ اینجا x y اولمون دو x به اضافه 4 گفتیم برای 2x به اضافه 4 چون ضریب 2 مثبت و منفی 2 پس توی منفی دو صفر، و چون ضریب x مثبته برای x های کوچکتر از منفی دو علامت y منفی و برای x های بزرگتر از منفی دو علامت y مثبت چند جمله بعدی که میخوایم تعیین علامت بکنیم اینه که برابر x بر من دوباره از همین جدول تعیین علامت استفاده میکنم اینجا برابر قرار میدن با x بعد x ریشش صفره و چون صفر بزرگتر از منفی دو اگه بخوایم این جدولمون از منفی بی تا مثبت بی نهایت به صورت تر با ترتیب درستی پیش بره پس صفر باید در سمت راست منفی دو باشه یعنی یه جای اینجا درسته به جای صفر ایگرگ برابر x مساوی صفره و به ازای x های کوچکتر از صفر منفیه و به ازای x های بزرگتر از صفر مثبت. خب برای اینکه جدول تعیین علامت و حالت خوب و شکیلی داشته باشه دو تا سوال باید جواب اولا به ازای x های بزرگتر از صفر دو x به اضافه چهار چه علامتی داره؟ میگیم وقتی که x بزرگتر از صفر باشه بدیهتا x بزرگتر از منفی دو درسته و گفتیم که دو x به اضافه 4 به ازای تمام x های بزرگتر از منفی دو که منفی دو ریشه علامتش مثبت پس اینجا هم علامتش مثبت درسته بعد از طرفی دیگه اینجا بین منفی دو صفر میتونیم به صورت دقیق تر بگیم x های بین منفی دو و صفر پس جدول تعیین علامتمون به سه بخش تقسیم شد x های کوچکتر از منفی دو x های بین منفی دو و صفر و x های بزرگتر از صفر خب حالا ما کاری که میخوایم بکنیم اینه بچه میخوایم دو x به اضافه چهار تقسیم بر x رو تعیین علامت بکنیم با توجه به علامت دو x به اضافه چهار و x که به صورت جداگانه حساب کردیم خب که به ازای ایکس های کوچکتر از منفی دو دو x به اضافه 4 منفیه و تقسیم بر ایکس که خودش هم منفیه شده بعد منفی تقسیم بر یه عدد منفی دیگه بشه حاصل مثبت. و به ازای ایکس های بین منفی دو و صفر چه اتفاقی افتاده؟ عدد عبارت دو x به اضافه که مثبته تقسیم بر عبارت ایکس که منفیه شده پس در حاصل این تقسیم منفیه و به ازای ایکس های بزرگتر از صفر چون دو تا یه عدد مثبت تقسیم برای یه عدد مثبت دیگه شده حاصل مثبت خب یه تکلیف دیگه هم مشخص بکنم توی نقطه منفی دو و صفر این عبارت و دو ایکس به اضافه چهار تقسیم برای ایکسمون مون چه حالتی داره توی منفی دو که بچه و صورتش صفره مخرجش هم منفی دوه پس صفر میشه ولی توی صفر ما یه ذره مشکل داریم مخرج صفر میشه صورت ه ولی مخرج صفره و ما هیچ موقع نمیتونیم یک کسری با مخرج صفر تعریف کنیم پس اینجا تعریف نشده است خب حالا ما چیزی که اول اول میخواستیم حساب کنیم این بود میخواستیم ببینیم به ازای چه ایکس هایی دو ایکس به اضافه ای چهار تقسیم برای ایکس کوچکتر از صفره که در واقع میشه سه ایکس به اضافه ای چهار تقسیم برای ایکس کوچکتر از یک و این جدول تعیین علامت جوابمون رو میده میگه که به ازای ایکس های بین منفی دو و صفر دو ایکس به اضافه چهار تقسیم بر ایکس کوچکتر از صفره که در نتیجه سه ایکس به اضافه چهار تقسیم بر ایکس کوچکتر از ایکس بچه دیدید که با, با دونستن اصول تعیین علامت دو جمله درجه اول تونستیم این مثال رو که در نظر اول عجیب و غریب به نظر می اومد حل بکنیم. توی جلسه بعد یه مثال دیگه از تعیین علامت حل میکنیم مرسی که توی این جلسه با من بودید فعلا خدافز